بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین یا فاطمه ای منچه خیر و برکات مهر تو بود قبولی سوم و سلات فرمود نبی خدا گناهش بخشد هر کس که برای تو فرستد سلوات اللهم صل على فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها سلام از میکنم خدمت یکایک شما بینندگان و سروران گرامی همراهان خوب و نازنین شبکه هادی تیوی خوشحالم که در خدمت شما از هستیم باسم با برنامه به وقت بیداری و صورت پخش زنده و همچنین تسلیت از میکنم خدمت شما از ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه ها را و انشالله که عزاداری های شما مؤمنین و مؤمنات مورد قبول خداوند متعال قرار گرفته باشد با احترام و با افتخار در محضر سرور عزیزمان هستیم مولیت الاسلام و المسلمین اجاقای رسولی با موضوع احکام سلام علیکم سب بسیار خوش آمدید علیکم و سلام و رحمت الله سلامت باشه انشاءالله محفظ و پیروز باشید سلامت باشه انشاءالله خوب است انشاءالله سلام الحمدلله شما خیلی خوش آمدید تسلیل از خدمت شما سلامت باشید من خدمت شما تسلیت ارز میکنم و خدمت بینندگان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته امیدوار هستم که موفق و معید پیروز باشند و ما از دعای خیرشان ان شاء الله فراموش نمی کنم ای ایام برای تک تکشان تسلیت میگم و امیدوار هستم که شفاعت بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها همه ایشان ان شاء الله برخوردار شوند در خدمت شما استاد محترم با تعدادی از سوالات در خدمت شما هستیم انشالله که بازم از محضرتون استفاده میکنیم. البته چون که برال حال مقدمه که فرمودین اشاره فرمودین به ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در سوالات ما هم گنجانده شده عزیز ما از قندهار به نمبر مثبت 93 70 4 نمبر آخر 28 دو پنج بزرگوار سوال کردن در مورد ای که دهه فاطمیه از چه زمانی شروع میشه البته این سوال اول ما نبود چون که به مقدمه ربطاش پاسنگند بسیار خوب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین اللهم صل على محمد. آل محمد و محمد وعجل فرجهم و لعن اعداهم اجمعین خدمت بیننده عزیز و سایر بیننده عزیز ارز کنیم که دهه فاطمیه سلام الله علیها امو رقم که اصطلاح روایتی که وجود نازنین یا صدیقه سلام الله علیها در چه زمانی به شهادت رسیدن این روایات مختلفه یعنی تقریبا یک وقتی من مطالعه شاید بیش از 20 روایت و 20 قول روایت که نمیشه گفت 20 قول درباره شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها موجود است و طرفدارانی هم داره منطقه سه تا از قول ها معروفتر و مشهورتر یکیش که میگه چهل و پنج روز بعد از شهادت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه زهرا از دنیا رفتن که بیشتر قول برادران اهل سنت و جماعت است قول دوم میگه که هفتاد و پنج روز بعد از رحلت و شهادت پیامبر گرامی اسلام صدیقه طاهره از دنیا رفتند و به شهادت رسیدند و قول سوم که معروف تر است بین فقهای های شیعه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین است که میگه وجود ناظرین صدقی تاهر سلام الله علیه ها 95 روز بعد شهادت و رحلت پیامبر گرامی اسلام از دنیا رفتند اشاره ای که من خدمت شما و ای بیننده عزیز داشته باشم است که جناب حسین صاحب ما در شریعت مقدس اسلام و در مذهب جعفری محدود دهی تو چیزی نیست که روایت داشته باشه که بگن مثلا انزی تایم شروع میشه دینی تایم هم چی میشه؟ خلاص میشه این چیزی است که شیعه به خاطر عشق و علاقه ای که به ائمه معصومین علیهم الصلاۃ و السلام داره و همونطور که محبت اهل بیت علیهم و السلام به گردن تک تک مسلمانان جهان چی شده به نص قرآن واجب شده بله که پیامبر گرامی اسلام قرآن خود شکایت میکنه میگه ما شما چیزی نمیخوایم الا المودت فی القربا اجر و پاداشی نمیخویم مگر محبت و مودتی که به اهل بیت ما داشته داشت باشین ولی این خود ده امری امر نیست که پیغمبر تعیین کرده باشه یا ائمه تعیین کرده باشه نه یا حتی فقها تعیین کرده باشه ای نیست چیزی که عرف شده یک چیزی که عرف شده بنابراین دو دهه معمولا معروف تره یعنی روایت 45 روز کسی دهه معمولا نمیگیره میمونه روایت 75 روز و روایت 95 روز خب در روایت 75 روز شهادت صدیقی تا سلام الله علیه ها در 13 همه جماد الاولا یا جماد الاولی که ما میگیم در 13 همه برخی ها تاولی ده میگیرن که این روز شهادت تقریبا وسطش میافته و اگر از سیزده روز سیزده شهادت باشه از اول شروع میکنن در ده دهم چی میکنن؟ ختم میکنن این میشه ده که روز شهادت در وسط میفته یک دی دیگه هم نه در روز قبل شروع میکنن که به روز شهادت چی شوه؟ ختم, ختم یک یا دی دیگه هم از روز شهادت شروع میکنن در روز به او دفتر پس اگر ما تایم 75 روز را رو بگیریم یا روایت 75 روز بگیریم پس بنابراین خود شهادت چون در روز سیزده همه است از ده ماه جمادی الاولا که شروع میشه تا چند؟ تا 20 ماه جمادی الاولا این میشه چی ده و می تایی میشه ولی تور دیگه هم برخم که گفتیم میتونه بگیره و اما اگر روایت 95 روز باید. ما حساب کنیم که در روز روایت 95 روز در سه جمادی ثانیه یا جمادی ثانی شهادت بی بی عالم فاطمه زهرا سلام, سلام الله علیها چی میفته اتفاق میفته خب وقتی که در سوم باشه بهترین تایم است که از اول گرفته شود تا دهم ده که باز شهادت ده چی باشه ده وسط این ای کلگی به اصطلاح دهه فاطمیه به همی وضعیت و کیفیت است که ما ایره تعظیم شعائر است تعظیم علامت های دین و فاطمی زهرا سلام الله علیها پاره تن رسول خداست و تعظیم فاطمیه تعظیم ایام شهادت و رحلت مادر تعظیم رسول خدا و تعظیم دین است چیزی دیگه این نیست جناب استاد خواهم اینجا یک سوال دیگه شاید به ذهن عزیزان که خب چرا همه سه روایت ما داریم چلو پنج و هفتار و پنج, پنج, پنج خب کم هم اختلاف نداره بعض وقتا میبینیم که در مسائل تاریخی به یک جزیات خیلی دقیق اشاره شده ولی خب این مسئله شاید مسئله نباشه که جزیات باشه یک مسئله مهمی بوده سبت نشده یا از بین رفته اگر اشاره بفهم جناب سید ایسایی ما اگر یک تاریخ را مطالعه بکنیم در بسیاری از موارد ما در جهان اسلام بلکه در جهان غیر از اسلام یعنی حتی در ادیان ابراهیمی مثلا در یهود یا در دین مسیح اختلافات داریم حالا این اختلافات چرا اتفاق افتاده خدمتتان از کنم که راویا ممکنه اشتب... اشتباه شنیده باشن یا برخی از کتاب ها با ما نرسیده باشه که شما در جلان هستین در تاریخ بسیار از کتاب های مسلمانان و کتاب های مسلمانان سوخت از, از بین رفت یا زلزله شد یا آتش سوزی شد یا در اثر جنگ بسیاری از راوی ها کشته شد بسیاری از راوی به اصطلاح نتونست که او علمی که داره یا او حدیث که شنیده را به ما چی کنه برسانه عوامل متعددی در این قضیه نقش داره امکانات هم نبوده دیگه نه نه قطعاً امکانات نبوده نه امکانات چند نسخه بیشتر نبوده بله و تنها اختلاف مثلا در شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها هم نیست ما ببین در نزول قرآن با هم دیگر اختلاف داریم که کی قرآن نازل شد و اصطلاح کی پیامبر به بعثت مبعوث شد کی پیامبر پیامبر شد خب ما میگیم در 27 ماه رجب برادران اهل سنت میگه که کی است در ماه مبارک رمضان است ما حتی در ولادت ختم مرتبت صلی اللہ علیه الله علیه و و سلم باز اختلاف است یک ایده از برادران میگن که در دوازدهم ربیع الاول و یا میگن در هفدهم ربیع الاول همه رقم شما جریانات اختلاف اینا اختصاص تنها به صدیقه تاهره نداره البته در صدیقه تاهره سلام الله علیها هم رقم که گفتم اختلاف خیلی شدید تر است تا حتی 26 قول هم در این زمینه هست و یکی از علت هم است جناب حسینی بزرگوار که رقم که خود فاطمه زهرا سلام الله علیها به خاطر مبارزاتی که داشت و چاره هم غیر از این مبارزه نداشت که بگوید مرا شب غسل بدین شب کفن کنین و شبم در خاک بسپاریم و حاضر نشد که به اصطلاح در مراسم حضور پیدا, پیدا کنه ممکنه خود یک از این یکی از سببهایی باشه که چی؟ اختلاف و همون رقم که تا حالا قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها مخفی است البته همه از اینا یعنی مبارزه بوده بسیار مبارزه زیرکانه ای بوده که فاطمه بوده استراتژی بسیار بلند مدتی را به در نظر گرفته که کفن و دفن و غسل و قبرش چی باشه مخفی باشه تا همچنان برای آزاد مردان جهان و مخصوصا جهان اسلام این سوال باشه امه. که چرا نه. مگر بزعه مگر پاره تن رسول خدا نبود مگر او رفتارهایی که رسول خدا نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها انجام میداد که ام ابی خطاب میکرد در رای فاطمه زهرا بلند میشد بسیار فداها ابوها مگر نبود خود چطور شد که فاطمه زهرا از دنیا رفت و به تعداد انگشتان دست شد از دو تا انگشتان دست ما تجاوز نکنه ای در مراسم چی داشتن حضور داشتن اما بقیه چرا حضور نداشتن چه بله. اتفاقاتی بود بنابراین دیگه هیچ مبارزات بود و استراتژی و آینده نگری فاطمه زهرا بود که برای تاریخ ایرا گذاشت که تاریخ و کسایی که دوبال جستجو و بررسی هستن خودشان بله. برن جستجو کنن و بررسی کنند و یک سری نتایجی برسن بله. بله. واقعا به عنوان یک سرنخی برای کسی که واقعا اهل تحقیق بله. هست میتونه باشه و به هدایت ان شاء بله. برسه یکی از گفتن که ممکن استش که بس رسم الخط هم باشه خب سب و تسعین چون نقطه ظاهر بلی. نبوده و زمان خمسه و سبعین و تسعین. ممکنه خب در نسخه برداری ها رو باشه بله بله خط کوفی نسخه بسا نقطه نداشته ام. وقتی که نسخه نقطه نباشه خمسه تون و تسعین سبع بس و خمسه تسع... تون و یک رقم نوشته میشه مم. ولی این نقطه یک از هم دیگر چی میکنن متوازی میکنن بله گفتن که ممکن علت باشه بسیار عالی به حال ان که در ایام همه عزیزانی که به حال مجالسی گرفته میشه برای ما هم دعا کنیم برای همه شفای همه مریضانی که به حال در یوزا زیادتر میشن ان که خداوند همه آنها را به حرمت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شفای عاجل بفرماید استاد بیننده عزیزمان از افغانستان به نمبر مثبت 93 77 4 نمبر آخر 6720. 20 سوال کردن که در غسل میت آیا آبی که میت با او غسل داده میشه آیا گرم باید باشه یا یخ فرق میکنه خدمت شما کنم نه هیچ شرط خاصی نداره که به اصطلاح آب گرم باشه یا آب سرد باشه ولی وقتی گفته میشه آب چیزی که در ذهن ما تبادر میکنه در ذهن انسان می آبی معمولا می معمولی در ذهن انسان می آید که نگه چیزی که در دست همون چیزی که در دست ما برای شستن آشامیدن و, و پخت و پز ایره چی میکنیم استفاده میکنیم اگر آب سردم باشه مشکل نداره اگر ما آب گرمم باشه اشکال نداره البته او آب داغ دیگه دا نباید باشه به اصطلاح طوری که به بدن میت چی بزنه آسیب, آب گفتن میت را باید میت وصل زنده ما مرخم بله اون بله چیزی چیز خاصی نیست که باید حتما آبش یا سرد باشه یا گرم باشه آب باشه mm -hmm. وقتی که آب باشه میتونه با آب اصلش بده شاید بعضی جو استاد اگر ما بتونیم همون چیزی که گفته شده داره بدون کم و زیادی همون رو اگر انجام بدیم بعض وقتا آدم ای, ای او را با به خود خواه اگر یه, یه رقم شد چی؟ چیزی گفته نشده خواه اگر یه رقم شد چی؟ خب اون جریان گاو بنی اسرائیل میشه دیگه که گاوی بنی اسرائیل اول گفت اگر شما یه گاوی پیدا کنیم به اصطلاح قسمتی از بدن زی گاو ده بدن مرده بزن خو قطعا مرده زنده مم. میشه هی سوال کردم که چه رقم چه رقم؟ رقم؟, رقم؟, رقم رقم هی دایره از این زیق شد زیق شد. شد تا سر از اون گاو در آورد که با بسیار مبلغی کلان و خریدن و بالاخره جریان جریانات اتفاق افتاد این که خدمت نرس کردم بستگی به سوال بعدی مادر عزیزی دلمان به نمبر مثبت 9374 3823 ایشان گفتن که استاد پسری هستن 21 ساله خدا توفیق شان بده همچنین انشالله که موفق باشن و خیلی استاد گفتن که دوچار یک بیماری هستن به اسم وسواس میگه که بعضی وقتا خیلی اذیت کننده است هم برای خود من برای دیگه می که میروم استاد قشنگ همین رقم نوشته کردن با حسن نیت که شاید سه ساعت بالغ بر سه ساعت طول میکشه همام. و چون مصرف خانگی نمیشه زیاد است من میرم در امام عمومی میرم در بازار میرم در بازار میرم امام اونجا با امام والا اونجا خب گپمان من میشه و میگه خب امام تو زیاد میشه ما با او باز غال محال, 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 محال میکنیم حال مغال میکنیم در بلای خدا مانده میگم برای خودم سخته میگه واقعا خیلی عذیت هستیم پوست پوست من جلد میگه نمناک است باز امی شاید زیادتر میکنه من فکر میکنم که نه هنوز ششته نشده پاک نشده قلب ما آرام نمیگیره یک راهنمایی خاصی از ما خدمت این بیننده عزیز راهنمایی خاصی نداریم مگر همون راهنمایی که حضرت آیت الله با سیستانی در همین رساله جامع دارن که بارها ما رو با بینندگان عزیز نشان دادیم فقط صد متاسف که یک جلدش بیشتر نیامده یعنی جلد اولش است و جلد دومش در دست است نیست هنوز چاپ نشده محض مولا ما بهتر است که خدمتان از کنم از رویش بخوانیم که بله در باب مسائل وسواسی بله. ذکر شده ما اعظم الله در مسئله 246 مم. جلد اول به اصطلاح توزیع رساله جامع توزیع مسائل یا رساله جامع در جلد اول صفحه 246 اصلا یک باب رو بخی باز کردم خودش به نام وسواس شما که می‌بینید آقای سینا بله بله اولش چی نوشته که وسواس ممکنه بینندگان ما هم ببینند دو تا مسئله رو در اینجا معظمانا فرمودن مسئله اولش یکم کوتاه‌تر است می‌خونیم مسئله دوم میشه. من برداشتی که از این مسئله کردم که تقریبا دو صفحه میشه برداشت خود برای بیننده عزیز توضیح میدیم در مسئله اول میگه انسان انسان وسواسی که در آب کشیدن شیء نجس مانند افراد معمولی یقین پیدا نمی‌کنند افراد معمولی هم رقم است که یک چیزی که نجس میشه دستش که نجس میشه یک دفعه را با آب کر <متحد> یا آب جاری میشوره خواهی تمیز است دیگه <متحد> نجاستش چی میشه پاک میشه اما این رقم نیست میگه که اگر همان طوری که افراد معمولی شیء نجس را آب میکشن رفتار نماید کافی است همون رقمی که آدم معمولی میشوره این یعنی بشه یا چی میکنه کفایت میکنه و احتیاط زیاد از حد در مسئله نجس و پاکی از نظر شهر کار پسندیده ای نیست. نیست پس دوست ما با وسواسی میخوای خودش به خدای تبار و تعالی چی کنه نزدیک, نزدیک کنه ای پاک بسازم ای نه. پاک شد نشد نجاست برطرف شد ای با ای کار خودش کار پسندیده انجام نمیته و وقتی انسان کار پسندیده انجام نته کار پسندیده نباشه انسان به خدا نزدیک نمیکنه بلکه نمیتا. چی میکنه دور, دور میکنه انسان و فرد چه وسواسی و چه غیر وسواسی لازم نیست بررسی کند و ببیند بدن یا لباسش یا شیء دیگری نجس شده یا نه میگه از یک جایی تیر شدیم حال خوب بررسی کنم ببینم نجس شده یا نجس نشده اگه نجس شده باشه که یک نگاه کردن شما رو چیه تجسس نکنه تجسس لازم نیست و نیز لازم نیست دقت نماید و ببیند آیا فلان شیء نجس با شیء دیگری برخورد کرده یا نکرده دنبال ازی باشه که چطور شد برخورد کرد نکرد ای تره او ترا چطور شد نجاست ازی به این سرایت پیدا کرد یا نه برخورد کرده یا نه و یا اگر برخورد کرده تری سرایت کننده داشته یا تریش سرایت کننده چیه؟ نبوده ده ده. چون اگه سرایت کننده نباشه خو نجس نمیکنه دیگه ما یک مثال بزنیم برای شما بله. سخ و است دیگه نه بله, بله. بخی عین نجاسته دیگه اگر انسان دست خوش که خود به سگ خوش بزنه هیچ گپی نیست خوک و است دیگه نجس عین است اگر انسان دست خودش خشک به خوک بزنه نه استعمال میشه نه هیچ گپی نیست پس بنابراین هم لازم نیست که یک قدم دقت کنه که خب که تر بود تریش سرایت کننده بود یا سرایت کننده نبود. نبود و در همه این موارد کلی به پاکی اش و پاکی اشکای با پاکی اشیای مذکور می شود این حکم با, پا با, پا با پاکی میشه. شه لزومی نیست که انسان دقت با کنه با در اینجا حضرت آیت الله عظما در ادامه مسئله که میشه مسئله 247 به نکات بسیار ارزنده ای اشاره میکنه یک از نکاتش است میگه انسان اگر میخواد از وسواس نجات پیدا کنه سعی کنه بی اعتنایی کنه هر چی بیماری و وسواس انسان عمیقتر باشه به همون نسبت باید بی اعتنایی انسان هم نسبت به همون شود زیادتر شود. خب یکی ممکن شما سوال کنید. بیننده شما سوال کنید که کنی بنده خدا چرا به وسواس مطلع میشه علتی که انسان به وسواس مطلع میشه است که انسان این تصور برش پیش میاد که نکنه من وظیفه خود خوب انجام مم. ندادم همین شیء نجس پاک نشده باشه لباس ما پاک نشده باشه لباس که پاک نشده باشه نماز ما چیه؟ باطله مم. فردای قیامت یخنه ما چیه؟ گیر است خدای سبحان از ما چرا با لباس نجست تو نماز خوندی و ممکن مرا سر پول صلات استاد کنه و بگه تو چرا با لباس نم... نجس نماز خوندی حضرت آیت الله لازم است در همین رساله میفرماید که شخصی لباسش اگر نجس شود و از طریقی که فقها گفتن این دو مرتبه بشوری یک مرتبه بشوری با آب جور کر و جاری اگر یک مرتبه بشوری پاک میشه اگر به این می جناب حسینی صاحب عمل کنه انسان ولو ولو در واقع و در علم خدای تبارک و تعالی لباس از چی بمانه نجس بمانه این خود تصور میکرده که با آب کور یا جاری یا با آب قلین اما رقمی که شرع مقدس دستور داده شسته و تصور میکردم که چیه نجس نم، نمانده ام. یعنی نجاستش چی شده پاک شده با اون نماز خونده ولی در واقع چی مانده پاک هم نشده پاک باشده. نشده نجس مانده خدای تبارک و تعالی فردا قیامت از انسان پرسان نمیکنه چرا وظیفه عمل چیزی که گفته شد به اون چیزی گفتش پس بنابر این با یک دفعه شستن پاک میشه و پاک شده و فردا قیامت خدا از انسان سراغ نمیگیره که چرا شما پاک نکردی خب انسان عاقل است دیگه خداوند که خالق عقل است از خالق عقل انسان از خالق عقل سوال میکنه که ای خالق عقل تو این مسیر پیشوای ما قرار داده بودی و ما این مسیر رفتم حالا بعضی وقتها که 90 درصدش به پاکی منجر میشه گویا ممکنه به پاکی منجر نشه پس انسان معذوره خاطر جمع یک دفعه شستی دو دفعه شستی خاطر جمع انسان خدمت راست کن که پاک میشه بسیار استاد با اجازه شما میریم به با... امی ادامه بدیم بهتر نیست میام برنامه را داشته باشم ان شاء الله باز پس میایم ان شاء داشته باشیم همین تو که یکی از بچه ها من خدای یکمی دوچار همین وسواسی بود همین اندوال هم میکنیم چی کنم با این شرخ هم رای پیدا میشه این هم میکنیم در جای چتل پردیم که هم برزید دیم همی هر هرچی که پاکی باشه یه خوب اونجا بغلتونیم تا یکی از بین بره حالا با حال میکردم ولی خب حال شاید سخت باشه یک بیماری به عنوان بیماری مطرح شده ان بعد از میان برنامه هم موضوع انشالله ادامه پیگیری خواهیم داد به اتفاق استاد محترم و شما بینندگان عزیز انشالله میان برنامه رو میبینیم و برمیگردیم به استدیو همراه ما باشیم خدایا و تو پناه میبرم از اینکه در آراستن صورتم چنان مشغول شوم که از اصلاح سیرتم باز بمانم خدایا سیرت را تو می بینی و صورت را دیگران شرم دارم از اینکه محبوب دیگران باشم و منفور تو پس خدایا تو خوش صورت و خوش سیرتم کن که اول محبوب تو باشم مرا قلبی ده که سراسر آن را وجودت فرا گرفته باشد چنان خون در رگم جاری باش که مکانی برای ناامیدی نماند خدایا خدای مهربانم دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم بزدایی هرچه حائل است بین من و خودت همه آنچه از منیت و نواقسم در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایان خودت چنان همیشه که بخشیده ای مرا رها ساز مرا رها ساز از بند هرچه غیر خوبی و نیکی در وجودم هست و پر کن خالی درونم را با عشق ناب الهی خود که جز این نتوانم نیک بمانم و مهر بیفشانم سلام مجدد از میکنم خدمت شما بینندگان و سروران گرامی با برنامه به وقت بیداری به صورت پخش زنده مهمان لحظات شما عزیزان هستیم و شما بزرگواران میتونید برنامه برنامه احکام است سشن با پخش میشه میتونید سوالاتی اگر دارید نظرات و پیشنهادات نه به نمبر مثبت 964 780 255 4013 انشالله با ما به تماس شوین و سوالاتتان رای کنین استاد در تتمه این بحث سوال عزیزمان که پرسان کرده بودن در بحث وسواسی اگر مطلبی مد نظرتان هستش که بفرمایید ولی ما داشتیم میگفتیم که اگر ما امی روش را که فخای از و شم از جمله حضرت آیت الله لزما سیستانی و هر فقی که مکلف از ایشان چی داره؟ تقلید داره وقتی طبق نظر مرجع تقلید عمل بکنه حرف مرجع تقلید برای از شخص چه حجت دلیل است و برهان و فردای قیامت ای به خاطر عمل کردن به طبق دستور مجتهد مجازات نمیشه, پس پس بنابراین اگر انسان وسوسه به ذهنش آمد که نشد پاک کردن خب فورا میرم وقت رساله رو نگاه میکنه که در رساله چی رقم گفته وقتی که در رساله گفته با یک مرتبه شستن با آب جاری یا آب کر یا دو مرتبه شستن با آب قلیل پاک میشه پاک میشه دیگه <applause> دیگه من این دغدغه و استراب نداشته باشه که نکنه پاک نشود چطور شد چرا چون این حرف به این مسیری که رفته و مسیر حجته و نکته دیگه هم که ما دو جای قرآن ای آیه آمده این واقعا اگر انسان از صفا و از صدق دل عمل کنه به این قطعا خدای تبارات نجاتش میده چون خیلی را نجات داده در شرایط بسیار حاد و در شرایط بسیار بحرانی تر و میگه و اما ینزغن که من الشیطان نزغن فست الله بالله میگه هر وقت شیطان نزغ یعنی ورود به قصد خرابکاری و خرابکاری دیگه ما دارم وضوع میگیرم خوی وضوع گرفتن روایت داریم که پیغمبر میگه یا ما غسل میکنیم روایت هم داریم میگه که الغسلو بساعن و غسل به یک ساع یعنی سه کیلو ام. اول وضوع به مدن وضوع به یک مد یعنی 750 گرم آب برای وضوع ما چی میکنه؟ کفایت میکنه, میکنه. خب ما که مشغول به اصطلاح غسل استم یا مشغول وضوع گرفتن هستم، همه تو میریز میریزه. بعد در ادامه پیامبر میگه که اینمی کیفیت است که به اصطلاح غسل به یک ساع و وضوع به یک مد میگه بعد از ما اقوام میان که را يستقلونه. کم میپندارم میگی نه کم است دیگه مم. سه کیلو چیه سه کیلو من سر من مش... شسته نمیشه نمیشه <تصفح> <تصفح> او طرف راست چه چی کار کنم میگه نه اینا اگر کسی باشه که بگه سه کیلو کم است یا یک مد برای وضو کم است اینا از سنت ما پیروی عجب. نکردن خب ما همین مشغول وضو گرفتن هستم یا مشغول غسل کردن یک دفعه در مخیرم شیطان به اصطلاح ورود پیدا میکنه که کم است وقتی برای وجود نازنین زیجودی مثل پیامبر گرامی اسلام ائمه معصومین علیهم السلام کافی باشه ما با چی کار هستم که برای کم باشه ام. ما مگر به سنت پیغمبر عمل نمی کنم مگر ما به سنت ائمه معصومین عمل نمیکنم. کنم این بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم با تمام دل قطعا این وسوسه است پیشش میره وقتی که خود انسان با خدا بسپاره خداوند شیطان هزی چی میکنه مم. طول میکنه به یک آرامشی در قلب ازی میندازه با هم وضوع معمولی و غسلی معمولی به عبادت خدای تبارک و تعالی میپردازه یک سه چهار آخری سر مگر بخوانیم بد نیست حضرت آیت الله لزما سیستانی مرا هم که نشان داده ممکنه تازه کسایی به جمع ما پیوسته باشن ما بحث وسواس از رساله جامعه حضرت آیت الله لزما سیستانی یک بحث دو صفحه درباره واسواس چی شده نوشته قسمت های اولش خواندیم قسمت آخرش هم میخوانیم به طور خلاصه بهترین راه برای ترک وسواس بی اعتنایی به آن و آشنایی بیشتر با احکام شرع و عمل بر اساس عمل مردم معمولی است ببینه مردم معمولی چه رقم در پاکی و نجاست خودشان انجام میدن یه مرقم عمل کنه و این که به مقداری که شرع دستور داده اکتفا کنه خب که گفتیم ما و از آن مقدار تجاوز ننماید و بداند که وسوسه از القاعات شیطانه یعنی شیطان یک چیز دل ما میپرته. نمیپرته یعنی شیطان یک چیز دل ما القا میکنه و میپرته و در روایات معصومین صلوات الله علیه مجمعین آن را پیروی و اطاعت از شیطان معرفی کرده یعنی وقتی که انسان به وسوسه مبتلا میشه در اصل زمام امور خودش را به دست کی به دست شیطان میده و رهایی از آن نیازمند تصمیم جدی و اراده محکم و استوار و توفیق پروردگار و دعا در پیشگاه حق متعال و توسل و کمک خواستن از ابواب هدایت یعنی راههای هدایت م. که ایمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هستن از این نوابچی توسل به و تا خدای تبارات را از این بیماری نجاتش بده انشاءالله حال وقت استاد مولا شاید متر... جای مطرح کردن داشته باشه این سوالیانه که آیا زمینه بحثی حتماً بحث وسواس حتما بس احکام میشه میشه یه رقم اگر باشه خب حالا عزیزمون هم که 21 سالشان داره خب قطعا تکلیف هم رسیدن ولی اگر زیاد بحث دیانت اینجا مطرح نباشه باید بحث روانشناسی میشه باید پش از پشش برن میره در این حالی که میتونه مثلا بحث دین اسلام هم نباشه مم. ممکنه کسی در یک دین دیگه هم باشه مم. خب بالاخره ای که انسان از پلیدی و از کسیفی بسیار دور است دیگه انسان نمیخواه بسیار او کسیفی که در, در... در دبلیوسی از انسان مم. خارج میشه و خطر نداره در باشه ولی این مسلمان هم نباشه خب ممکنه در اثر شستن مم. در این حال مسلمان نیست ما میگه این می شستم ای تمیز شده یعنی تمیز بس شده, بس شده. در ما بس تهارت بس در اونجا تمیز شده نه این ممکنه به صلاح از دایره اسلام اینو نباشه حتی ما یک جای خانم دیگه میگفت میگفت من اینقدر میشورم که کلن دستایم سرخ میشه اجه. که بازم اطمینان پیدا نمیکنیم که آیا ای پاک شده یا پاک نشده این رقم اگه باشه که زندگی جهنم است جناب حسین سه ساعت تو در یک امام بوری و در چی اونجا جنجال کنی غالما خال کنی با خانواده جنجال, جنجال کنی خود همین طرف میگه نگاه کو جنگ کردن که دیگه بیخی بد است در بعض از مورد حرام هست دیگه سر صدای پدر و مادر در آوردن ای حرامه است نیست پدر و مادر انسان اذیت کنه هم مامچی اذیت کنه قوم و فامیل اذیت کنه خدایی که فرموده طهارت داشته باشین مامون میگه که دیگه را اذیت نکنه تو شما احسان حالا بریم سراغ سوال بعدی یک نفر راست من در مزار شریف دیدم که کالا رو میشیشن گفت چی میکنی گفت کالا رو میشیم ما در جمعه در جمعه گفت چی میکنی پس چرک میشه دیگه تو میشه یکی پس چرک میشه چرا میشویره او رقم هم نباشه نه. نه افراد باشه و نه تفریط بله استاد عزیز دلمون از کشور تاجیکستان به نمبر مثبت 992 363 13 31 اشان در باره شرط بندی یک سوال داشتن که به خصوصیشان جواب داده شده و جناب محترم دکتر جلیل جاویدان هم که از اساتید تقاعدی و بازنشسته دانشگاه کابل هستند مهربانی کردن و آل در مقیم جمهوری اسلامی ایران هستند هم تشکری کردن از برنامه و به سالات چون جواب داده شده و از بخصوص از برنامه هادی تیوی هم اظهار تشکر کردن ما هم تشکر میکنیم از دکتر صاحب جلیل جاویدان که مهربانی کردن و به تماس شدن به واتساپ برنامه و عزیز دلمان به نمبر مثبت 93 76 13 88 ایشان هم سوال درباره درباره چند روایت داشتن که باز هم در حال صلاح دیده شده که به خصوصیشون جواب داده شود به خاطری که عزیزان شاید منتظر باشن که چرا نمبر ها اعلام نمیشه و یک عزیز دلمان هم درباره شرط بندی سوال کردن و این بزرگوار دیگه هم که شاید تقریبا تایم داره خلاص میشه یکی دو سوال دیگه داریم انشاءالله به اینا برسیم ما کمتر از پنج دقیقه ما زمان داریم با نمبر مثبت 98 0418 ایشان از جمهوری اسلامی ایران سوال کردن که در هنگام ظهور امام زمان علیه السلام چه اتفاقی خواهد افتاد و اوزا آیا خرابتر میشه یا بهتر حالا منظورشان چی هستش همین رقم نوشته که اوزا خرابتر خواهد شد یا بهتر ما در جواب از بیننده عزیز که از جمهوری اسلامی ایران سوال کردن خوی یک عمل بسیار روشن است که اوزا خرابتر نمیشه اگر اوضاع خرابتر میشد که به ما دستور نمیدادند که شما شب روز شب و روز دعا کنید میگه که به اصطلاح جهان به اصطلاح از عدل و داد به اصطلاح پر میشه کما ملعت ظلم و جورا همچنان که از ظلم و جور و بیداد و حق خوری و به اصطلاح پامال شدن فقیر و مسکین و مستمن و مظلوم پر شده در عصر آمدن حضرت حق عجل الله تعالی فرجه شریف دنیا و تعبیری میشه گلستان میشه عقول انسان ها عقل های انسان کامل میشه ثروت های مادی و معنوی جهان در اختیار مسلمانان و مؤمنین قرار میگیره و بینی ظالمان به خاک مزلت ان الله مالیده خواهد شد و تومار ظلم و ظالمی و حقوری انشالله کلیش برچیده خواهد شد به همین خاطر میگن که شما برای تعجیل فرج بسیار دعا کنید که در خود از این دعا کردن برای تعجیل فرج فرج و انشالله گشایش است نه انشالله که دنیا رو به آبادی میره نه رو به خرابی وعده خدای تبارک و تعالی در قرآن است و وعده خدای تبارک و تعالی از زبان معصومین علیهم الصلاه و, و السلام است که میگه اگر از جهان نماند مگر الا چند روز یک روز, روز. خداوند این روز رو چنان طولانی میکنه تا مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه و میآید و جهان را پر از عدل و داد میکنه گفت دنیا گلستان میشود وقتی بیایی استاد محترم عزیز دلمان به نمبر مثبت 93 79 4 نمبر آخر 21 61 سوال کردن که چند وقتی است که از طریق فضای مجازی و اینترنت در حال خرید و فروش ارزهای دیجیتال می باشم می خواستم که نظر حضرت آقا حضرت آیت الله عثمان سیستانی حفظه الله تعالی را در زمین پرسان حضرت آیت الله لزبا سیستانی حفظه الله تعالی ورود به چنین به اصطلاح مباحثی و چنین خرید و فروش هایی را به اصطلاح جایز نمی دانند و اجازه دانند که ما وارد به اصطلاح خرید فروش ارز دیجیتال یا تبلیغ از فضای مجازی و این طرف طرف چی داشته باشیم اما یک نکته دیگه است اوی که اگر کسی از این طریق خرید و فروش ارز دیجیتال به اصطلاح پولی به دست آورد پیسه به آورد که اگر ای داد و ستد یعنی دادن و گرفتن اگر با اجازه او طرف باشه و طرف رضایت داشته باشه درسته که کار جایز نبوده یعنی ای داد جایز نیست اما او پولی که دریافت میکنه دیگه این پول مشکل نداره یعنی اکل مال و با باطل نیست مال حرام نیست اگر با اجازه و رضایت طرف مقابل ما باشه نعم. اگر رضایت نباشه و رو بازی داده باشه سر از رو کلا گذاشته باشه چی میگه کلایش برداشته باشه به هر حال گل زده باشه خب او دیگه قطعا جایز نیست نعم. حتی در خرید و فروش های معمولی مکار جایز نیست, نیست. چی برسه به عرضه دیجیتال؟ صدر که از اتاق فرمان میفرمایند که وقت خلاص اول خب خلاص ما از می میخوایم که دمای یک وقت اضافه دو سه دقیقه دیگه هم که یک دو سوال دیگه هم ان شاء امشب مطرح کنیم که عزیز دل ما از افغانستان به نمبر مثبت 9378 7520 سوال کردن که آیا در رکعت آخر نماز شب باید سلام بدهیم یا نه این قطعا منظورشان نماز وتر است این چون پیش خودش تصور کرده که ما نماز یک رکعتی نداشتیم چطور چی رقم نماز است که یک رکعت شو. شو. چون معمولا نماز ها دو رکعتی سه رکعتی چهار دیگه خانی پولش دو رکعتی دیگه این نماز یک رکعتی چی رقم است به خاطر ازش ممکن است برای شک پیش شده باشه خو دیگه نماز نیست دیگه نماز یک رکعتی کجا بوده سلام داری یا نداره نه. نه اتفاقا نماز وتر بسیار نماز خوب است که اگر میگه کسی یازده <applause> رکت نماز شب نتونست بخوانه امی دو رکتی شف و یک رکتی وتر را چکار کنه کنه بخوانه بله این نماز هم تشهد داره و هم چی داره سبقه. سلام داره در این حال که چند رکت است؟ یک رکت, یک رکت, رکت است بسیار علی و آخرین سوالی که امشب در خدمتان هستیم بیننده عزیزمان به نمبر مصبت 93 افتار یک هزار چه خوب یک نمبری هم دارن سوال کردن که خداوند توفیق داده و ایشان معمولا دائم الوضو هستند آیا با همین وضو میشه که نماز خوان یا نه و ای که با غسل قضایی جمعه غسل جمعه که به صورت قضایی گرفته باشه میشه بدون وضو نماز خوان کسی که دائم الوضو است که خب برکت است در روایت ما داریم بسیار فایده زیاد داره بله کسی که دائم الوضو هر وقت که دایم الوضو یا نماز صبح زور هر وقت هم میتونه با مو بخونه و اما درباره غسل جمعه خود غسل جمعه که بله هیچ مشکل خاصی نداره کسی غسل جمعه انجام میده از حضرت آیت الله لزما سیستانی میتونه با همین غسل نماز بخونه و نیاز به وضو نداره در قضایش هم حضرت آیت الله لزما سیستانی فرمودن که قضایش تا روز شنبه میتونه انجام بده یعنی شبش هم میتونه قضا کنه کسی که در روز جمعه مثلا آبگیرش نیامده یا گرفتاری کرده مشکلات بوده نتونسته قصلی چی انجام بده قصلی جمعه انجام بده شبش هم به قضا میکنه اگر شبش هم می نتونست قضا کنه تا روز شنبه تا غروب آفتاب میتونه قضا کنه و این قضایی که تا روز غروب آفتاب میتونه انجام بده روز شنبه بله هم از وضو چی میکنه کفایت میکنه لعنی. ولی یک رقم دیگه است او از وضو کفایت نمیکنه و اویی که من روز پنج شنبه یا شب جمعه در یک جایی هستم و میدونم که موقعیت فردایم طوری نیست که من بتونم غسل جمعه رو چیکونم انجام بدم اینجا میفرمایند رجاعا یعنی از بابی که امیدوار هستم که ثواب به من برسه روز پنجشنبه یا شب جمعه غسل روز جمعه را چی میتونم انجام میتونم با این دیگه نماز خوانده نمیشه. نمی با این باید با حتما چی بگیره بگیره ولی اون دیگه لازم نداره تشکر می‌کنم محترم. محترم استفاده کردیم از محضرتون و همچنین از شما عزیزانی که تا این لحظه همراه برنامه خودتان برنامه و وقت بیداری بودید گر نگاهی به ما کند زهرا درد ما را دوا کند زهرا همچون مرغی که دانه برچیند دوستان را جدا کند زهرا این مقام کنیز او فزه است تا که او خود چه ها کند زهرا چهره پوشد ز مرد نابینا تا بدین حد حیا کند زهرا صلی الله علیه یا فاطمه زهرا همه شما از آن را تا دیدار بعدی به خدای مهربان می سپاریم خدایا را نگه داریزن.